دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. با یک ویژه برنامه از شبکه AMG و برنامه دانستانی های کانادا در خدمت شما هستیم. موضوع این ویژه برنامه لانگ ویکند این هفته به مناسبت تشکیل کشور کانادا در تاریخ 1 جولای. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. ممنون که بیننده شبکه جهانی AMG هستید. خب دوستان، اجازه بدیم شروع کنیم تاریخچه تشکیل کشور کانادا راجبش صحبت بکنیم. علیرضا، اولین گروهی که از اروپا عازم کانادا شدن فرانسوی بودن. میشه یکم جزئیات بیشتریش رو به ما بگی؟ 472 سال پیش نخستین سری از فرانسوی ها با گذر از اقیانوس خودشون رو به منطقه‌ای رسوندن که امروزه کانادا خونده میشه. اونا تو منطقه کبک ساکن شدن و به تدریج جمعیتشون افزایش پیدا کرد که ظرف مدت کوتاهی به بالای 60,000 نفر رسید. بعد از استقلال فرانسوی ها به تدریج انگلیسی ها وارد شدن و تونستن بیان در منطقه‌ای که پایین دست منطقه فرانسوی ها بودش، اونجا سکن گزیدن. یعنی به عبارتی منطقه‌ای که الان آنتاریو هست، استان فعلی آنتاریو، انگلیسی اونجا بیشتر ساکن شدن و احیانا بین انگلیسی ها و فرانسوی درگیری پیش نیامد. بعد از چند سال بستر تمام امکاناتی که اینجا شناسایی کردند، فهمیدن که اینجا منطقه کاملا بکره با امکانات طبیعی فوق العاده خوب. جنگ هایی در گرفت بین ارتش بریتانیای کبیر و ارتش فرانسه. حدود 7 سال طول کشید و با پیروزی انگلستان و شکست فرانسه به پایان رسید. خب به این ترتیب میتونیم بگیم که هسته اصلی کشور کانادا توسط نیروهای انگلیسی و افراد انگلیسی زبانی که از اروپا عازم کانادا شده بودن و در مناطقی که امروز آنتاریو بیشتر شامل استان آنتاریو میشه ساکن شده بودن به وجود اومد. و میشه گفتش که هسته اصلی کشور کانادا توسط 4 تا استان فعلی آنتاریو، نووا اسکوشیا و چه استان دیگه بود؟ نیو برانزویک و کبک به وجود اومد. اما این همه استان های کانادا نیست. کانادا خیلی راحت از 10 استان تشکیل نشد. به عبارتی 70 سال طول کشید تا 10 استان به هم ملحق بشن و کشور کانادا رو به شکل فعلی در بیارن. آخرین استان هایی که ملحق شدن به این کشور بزرگ کانادا هم استان های حدوداً 40 سال بعدش اولین بار که دو استان ساسکچوان و آلبرتا به کشور کانادا پیوستن و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1949 نیوفاندلند به عنوان آخرین منطقه به کشور بزرگ کانادا پیوست و به این ترتیب کانادا با این شکل شمایل امروزی به وجود اومد. اما بپردازیم به بعد از اینکه از تاریخچه یکم عبور کردیم، بپردازیم به اینکه مردم در روز جشن تاسیس کشور کانادا در سراسر کانادا چه کارهایی میکنن و چجوری این روز رو جشن میگیرن. در روز اول جولای تا نیمه روز هیچ اتفاقی نمیفته تو کشور و کاملا همه چی آرومه، هیچ کی شک نکنه. اما از رأس ساعت 12 ظهر با شلیک توپ ارتش کانادا، مگه ارتش هم داره کانادا؟ بله ارتش داره، خیلی هم ارتش مجهزی داره، جز 20 ارتش بزرگ دنیا هم هست. عجب. از نظر امکانات و تجهیزات چه جاله؟ با شلیک توپی که حالا 152 ساله 151 ساله که داره این توپ دقیقا اول جولای تو نیمه روز شلیک میشه، مراسم به طور رسمی آغاز میشه. بزرگترین مراسم مراسمی هستش که در اتاوا، پایتخت کشور کانادا، با حضور مقامات عالی کشور، اعضای دولت، نخست وزیر، اعضای کابینه و حتی 2 سال پیش خود ملکه انگلستان هم در این مراسم حضور پیدا کرد. از دیگر کسانی که تو این مراسم حاضر هستن، سوالت همین بود فکر کنم. از دیگر کسایی توی مراسم حاضر هستن، سربازان باقی مانده ارتش کانادا از جنگ های جهانی هستش که هنوز یه چندتایشون بعد از حدود 70 سال بعد جنگ جهانی هنوز در کشور کانادا دارن زندگی میکنن که حدود 100 سال هر کدومشون عمر دارن. خیلی هم زیبا. اما شب این جشن و این لانگ ویکند هم کلی مراسم و برنامه هستش. نورافشانی و انواع آتش‌بازی ها از جمله مراسم بسیار باشکوه و معروف و بزرگ کانادا در این روزی که در سراسر کشور کانادا برگزار میشه. و خبر جالب اینه که به دستور دولت کانادا سیستم حمل و نقل شهری من جمله اتوبوس و مترو در این روز به طور رایگان در خدمت و اختیار شهروندان قرار داره. نمیدونم خبر داری یا نه، اما اول جولای رو همه کانادا هم جشن نمیگیرن. دو منطقه کانادا در این روز یه حال و هوای دیگه ای داره. حتما یکیش کبکه. قطعا یه دونش کبکه. کبکی‌ها 1 هفته قبل از اول جولای رو به عنوان روز ملی خودشون اعلام کردن. جشن‌های خیلی بزرگی رو گرفتن.
و روز ملی کانادا یعنی 1 جولای رو گذاشتن روز اسباب کشیشون. موینگ دی کبک، یعنی قراردادهای اجاره های خونه تو منطقه کبک اکثرا تاریخشون اول جولایه، یعنی موینگ دی روزی که اینا قرار اساس کشی بکنن تو این تاریخ صورت میگیره. و یه شوخی جالب هم وجود داره، میگن که تو کانادا گفته میشه که علت اینکه کبکی ها 1 جولای روز موینگ قرار دادن اینه که یادشون بره که امروز روز تشکیل کشور کانادا و جشن بزرگ تاسیس کشور کاناداست، میخوان حواسشون رو یه جوری پرت کنن. خودشون عرق فرانسوی شدن، یه ذره عرق، بالاخره بعد 7 سال شکست خوردن تو جنگ. خب البته دعوا نشه ها. و منطقه دوم منطقه نیوفاندلند هستش. این منطقه هم به خاطر اینکه تو جنگ‌های جهانی کشته خیلی زیادی داشت، یه نبرد خیلی معروفی هم تو جنگ جهانی اول ما داشتیم تو نبرد نیوفاندلند، این روز براشون یه روز عزا هستش، یعنی همه جا مراسم سوگواری و یادبود کشته شدگان جنگ‌های جهانی برگزار میشه. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. اما صحبت کنیم راجع به اینکه چه چیزهایی وجود داره که کانادا رو شاخص می‌کنه بین بقیه کشورهای دنیا و اینقدر روز بزرگداشت تأسیس چنین کشوری برای کانادایی‌ها اهمیت داره. همینجور که بیننده‌های عزیز ما می‌دونن، کانادا یکی از مقاصد خیلی مطلوب برای مهاجرین در سراسر دنیا هستش. این همینجوری به دست نیومده. کانادا الان بر اساس آخرین آمارها و نظرسنجی صورت گرفته بالاترین کیفیت زندگی رو در سراسر دنیا داره. از طرف دیگه جزو 3 کشور اول دنیا از نظر کیفیت آموزش و پرورش و کیفیت زندگی زنان هستش. خیلی هم خوب. و یه خبر جالب دیگه این هستش که به گزارش مدرسه کسب و کار در لوزان، کشور کانادا 13 قدرت اقتصادی برتر در جهانه. به عبارتی کشورهای مثل چین، استرالیا، آلمان همگی زیر و در رده های پایین تر از کشور خود کانادا. انگلستان هم 10 رده پایین تر از کانادا است. و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول یا IMF، اقتصاد کانادا اقتصاد کاملا رو به رشدی هست و سال 2020 رشد اقتصادی کانادا به 1.9% میرسه. خب پس آیندهش هم که خیلی روشنه. اما در نهایت و در پایان قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، راجع به نقش ملکه انگلستان که در حال حاضر ملکه الیزابت هستن در کانادا صحبت کنیم. جالبه بدونیم که برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن، ملکه انگلستان همونطور که در کشور خودشون فقط و فقط یک مقام تشریفاتی و رسمی، در کانادا هم دقیقاً همین حالت رو داره و یک مقام کاملا تشریفاتی و در تصمیم گیری ها و اوضاع سیاسی کشور کانادا هیچ دخالت و تأثیری نداره، اونقدر که حتی نماینده ملکه انگلستان یعنی کوین الیزابت رو هم نخست وزیر کانادا انتخاب میکنه. این فرماندار کل کسی از سال 1982 بعد از اصلاح قانون اساسی کانادا و بازنگری کلی که توش صورت گرفتش، یه نقش کاملا تشریفاتی داره. نخست وزیر کانادا به ملکه انگلستان اعلام میکنه فرد منتخب رو و ملکه انگلستان امضا میکنه و ایشون رو منصوب میکنه، ولی هیچ نقشی در اداره کشور نداره. خیلی هم عالی، خیلی هم ممنون، مرسی که تا پایان این ویژه برنامه با برنامه دانستانی های کانادا از شبکه AMG همراه بودید. آرزومند هستیم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید، خیلی بهتون خوش بگذره در این جشن ملی که در کانادا برگزار میشه. من هم تعطیلات خوبی رو برای بینندگان عزیز ساکن کانادا آرزو میکنم. روز روزگار شما خوش. خدا نگهدار. خداحافظ.